با درود به عزیزان، بابک یزدی هستم، مدیر اجرایی کانون خاوران، از فعالین مدافع زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام و جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی. هفته کارزار جهانی علیه اعدام ها در ایران از 13 تا 20 ژانویه 2024 کار خودش آغاز کرده و من از همه عزیزان، همه افراد، سازمان ها، جریانات و احزاب و هر کس که خودش را مدافع زندانی سیاسی، مخالف مجازات اعدام و مدافع آزادی و برابری و مدافع آزادی مردم ایران میدونه دعوت میکنم که به این کمپین بپیوندید. لیست تاکنونی حمایت کنندگان هم در زیر خواهم گذاشت. زنده باد شما. خیلی ممنون. به کارزار جهانی علیه اعدام ها در ایران بپیوندیم. اعدام قتل عمد دولتی است. اعدام نکنید صدای آشنا و برآمده از قلب مادرانی است که هر لحظه طناب دار را بر گردن فرزندانشان حس کرده و خوابشان کابوس دیدن کبودی طناب دار بر گردن فرزندانشان است. مردم، نگذارید اعداممان کنند. این فریاد زندانیان دربندی است که در سلول انفرادی با هر صدایی قلبشان به لرزه در می آید و هر لحظه خفگی و فشار طناب دار را بر گلویشان حس می کنند. اعدام نکنید صدای جاودانه نوید افکاری است که همیشه در گوشمان تنین انداز است. اینها به دنبال گردن برای طنابهای دارشان هستند. این صداها را مردم به سطوح آمده از فقر و فلاکت، مردم منزجر از حکومت جانیان اسلامی و مردم مصمم برای به ثمر رساندن انقلاب زن زندگی آزادی مدت هاست شنیدن و با بریدن و آتش زدن طناب دار و برپایی تجمعات و اعتراضات علیه اعدام فریاد رسای این صدا بودند. 13 تا 20 ژانویه در هر کجا که هستیم همراه با دیگر مخالفین اعدام یک بار دیگر برخواست اعدام نه، حکومت اعدام سرنگون، حکومت اعدام را بایکوت کنید تأکید میکنیم. نه به اعدام، زنده باد زندگی. به نام زن، زندگی، آزادی. این جانب مهدی فرشباف آذریان، فعال مسیح سیاسی، تصمیم گرفته ام در فراخوان کارزار هفته جهانی علیه اعدام ها در ایران که از 13 ژانویه تا 20 ژانویه 2024 به مدت یک هفته در نقاط مختلف جهان انجام می شود شرکت کنم. ما با برپای اعتراضات، تظاهرات و نمایش های خیابانی برای جلب افکار عمومی به اعتراضات مردم ایران می توانیم دولت ها، احزاب و سازمان های بین المللی علیه اعدام ها و دستگاه آدمکشی جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهیم. ما با اتحاد و همبستگی می توانیم جلوی اعدام ها در ایران را بگیریم. من اعلام می دارم که اعدام یک مجازات شنیع و ضد انسانی و جنایت سازمان یافته و قتل حکومتی است و باید از قوانین کیفری حذف شود. من خواهان لغو فوری و بی قید و شرط کلیه احکام اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی، عقیدتی و همه معترضین دستگیر شده هستم. استکهلم، سوئد، 8 ژانویه 2024. سلام، آسو هستم. امروز این ویدیو رو برای اعلام حمایت خودم از کارزار 13 تا 20 ژانویه که علیه اعدام ها در جمهوری اسلامی نامگذاری شده اعلام میکنم. و از اونجایی که میدونیم جمهوری اسلامی میخواد مجاهد کورکور رو به عنوان قاتل کیان پیرفلک اعدام کنه و همونطور که ما میدونیم، همه ما میدونیم که ماشین حامل کیان پیرفلک رو مامورین حکومتی به گلوله بستن، اما جمهوری اسلامی باز هم برای لاپوشونی کردن جنایات کثیف خودش میخواد شهروندان عزیز رو قربانی کنه. و اینکه خانواده پیرفلک بارها و بارها اعلام کردند که قاتل فرزندشون مجاهد کورکور نیست، اما جمهوری اسلامی باز هم به جنایت کثیفش ادامه میده و ما نباید بذاریم که مجاهد کورکور و همینطور رضا رسایی از
معترضین انقلاب زن زندگی آزادی رو اعدام کنن، نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام.